که این جلسه سعی میکنیم با استفاده از مفاهیمی که توی دو جلسه قبل فرا گرفتیم، یعنی توابع مولد و گشتاور مرتبه آروم، واریانس توزیع پوآسون رو به دو روش مختلف حساب بکنیم. پس موضوعی که میخوام توی این جلسه بررسی بکنیم واریانس توزیع پوآسون. این رو تحت عنوان یک مسئله مطرح میکنیم. به این صورت که اگر توزیع یک توزیع پوآسون با پارامتر لاندا باشه، آن وقت در واقع واریانس اون یعنی دی اکسی را حساب کنید. خب اما حله ما به دو روش اونو حل میکنیم. روش اول گشتاور مرتبه آروم. خب به این صورتی که بنابر جلسه 29 ما گفتیم که امید ریاضی توزیع پوآسون هست برابر است با خود لاندا. این موضوع را اثبات کرد. خب اکنون بنابر رابطه ای که برای محاسبه واریانس داشتیم، یعنی دی اکسی را گفتیم برابر با ام اکسی دو، یعنی گشتاور مرتبه دو منهای در حقیقت مربع گشتاور اول، پس باید در حقیقت ما گشتاور مرتبه دوم را حساب کنیم. دی اکسی دو را حساب کنیم. خب همان گشتاور مرتبه دو. خب پس به چه صورت خواهد بود؟ با توجه در واقع به روابطی که داریم من میتونم بگم که ام سی دو برابر است با در واقع زیگمای کا از صفر تا بی نهایت کا دو، به خاطر در واقع اینکه گشت بر مرتبه دو هست. اینجا خود توضیح را می نویسیم کا فاکتوریه توی مخرج توی صورت لاندا به توان کا. خب اما ما اگر صفر قرار بدیم، این در واقع اولین ترم این در واقع جمله همون صفر خواهد شد. پس ما میام این رو از یک شروع میکنیم، پس میشه کا از یک و بی نهایت کادو در حقیقت ای به توان منهای لاندا، لاندا به توان کابه کا فاکتور. اما ما حالا این فاکتوریل را میام سادش میکنم توی مخرج، این صورت که می نویسم که زیگمای کا از یک تا بی نهایت در حقیقت کا دو توی مخرج ای به توان توی صورت ای به توان منهای لاندا به لاندا کا، و توی مخرج نویسم کا در کای منهای یک فاکتوریه. در واقع ساده میکنم این را، این دو تا قسمت را، این کا را با این کا ساده.
ساده میکنم باید از این کار و چیزی که من می‌نویسم به این صورت خواهد زیگمای کا از یک تا بی نهایته کا میمونه اینجا توی مخرج کای منهای یک فاکتوریه، توی صورت هم ای به توان منهای لاندا، من لاندا را یه دونه ازش جدا میکنم چون در واقع این رو میخوام به فرم در واقع توضیح پوآسون در بیارم. لاندا در لاندا توان کای منهای یک این برابر است با مساویست با یکی از لاندا چون در واقع به اندیس زیگما بستگی نرد میتونه بیا از داخل زیگما بیرون پس این میشه زیگمای کا از یک تا بی نهایت ام به اضافه یک فاکت ارسخای میکنم کای منهای یک فاکتوری در کا ای به توان منهای لاندا در لاندا کای منهای یک. خب اما الان من یک تغییری در اندیسام انجام میدم چون در واقع میخوام از در واقع به صورت کای منهای یک به یک در واقع امی چیزی تبدیل کنم که با توضیح پوآسون در واقع معادلش کنم. پس من میام میگم که کای منهای یک را من میگیرم ام، پس کا میشه ام به اضافه یک و کا میشه یک، ام میشه صفر. خب پس من تغییری که ایجاد میدم لاندایی که داشتیم زیگمای در حقیقت اینجا ام میشه از صفر و حالا هر جای کا داری مقدار ام را جایگذاری میکنیم اینجا میشه ام فاکتوریه، توی صورت میشه در حقیقت این به اضافه یک فاکتوریل و ای به توان منهای لاندا در لاندا به توان ام. اما باز این را من جدا می کنم در واقع این ام به اضافه یک را من توضیح می کنم توی پرانتزم و به این صورت می نویسم که لاندا در زی یه ام مساویست با صفر تا بی نهایت در حقیقت پرانتز به این صورت ام فاکتوریل تو مخرج ام در ای به توان منهای لاندا لاندا ام به اضافه ای به توان منهای لاندا لاندا ام به این صورت. این به چه صورت خواهد بود؟ این میشه در واقع این به اضافه رو پخش میکنم میشه لاندا در بی نهایت ام از صفر توی صورت ای به توان منهای لاندا به لاندا ام ام فاکتوریل به اضافه ام فاکتوریل ای به توان منهای لاندا لاندا ام. خب حالا من میام باز هم این زیگما رو باز میکنم میشه زیگمای ام از صفر تا بی نهایت این عبارت به ام فاکتوریل به اضافه زیگمای این عبارت در ای به توان منهای لاندا لاندا ام ام فاکتوریل. حالا این عبارت به چه صورت خواهد بود؟ ببینید این عبارت اول همون امید ریاضی هست، یعنی این همون MXی هست و این هم همون حاصل جمع تمامی تابع جرمی احتمال اون هست که این برابره
یکه و این هم همون امید ریاضیمون بود که میشه لاندا از جوابمون به این صورت خواهد بود لاندا در لاندا به اضافه یک. اما این در واقع گشتاور مرتبه دوم ما بود، واریانسمون نیست. خب اکنون میدانیم MXC هست لاندا و MXC 2 هست لاندا در لاندا به اضافه یک. پس من میتونم بگم که DXC برابر است با MXC 2 منهای MXC به توان 2 برابر است با لاندا در لاندا به اضافه یک منهای لاندا 2. این را ساده بکنیم میشه لاندا. پس در نتیجه من میتونم بگم که DXC میشه لاندا در حالت توضیح باز. اما روش دوم به چه صورته؟